است. تا 15 روز دیگر کار عملی پروژه تاپی آغاز خواهد شد. مسئولان وزارت معادن میگویند که در 21 دسامبر کار عملی این پروژه با حضور نمایندگان 4 کشور شامل در پروژه تاپی در ترکمنستان آغاز خواهد شد. در همین حال شماره از آگاهان امور اقتصادی با در نظر داشت اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان و 4 کشور شامل این پروژه میگویند که حکومت باید آمادگی های لازم را برای عملی شدن و حفاظت این پروژه داشته باشد. مسئولان وزارت معدن و پترولیم با آغاز کار عملی پروژه تاپی میگویند که آمادگی برای این کار در 4 کشور شامل این پروژه گرفته شده است و قرار است تا 20 مارس جاری میلادی یک هیئت از افغانستان نیز در مراسم آغاز کار پروژه تاپی به ترکمنستان برود. مزیتی که میتونه به کشور ما برسانه، میتونیم که ما از این گاز هم استفاده کنیم و در ضمن امو حق العبور که ما میتونیم از چند کشور منطقه به دست بیاریم، یک مقدار میتونه که از نقطه نظر درآمد عاید ملی کشور ما را بالا ببره. هیئت بلندپایه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح کار عملی تکنیکی پروژه تپی در به ترکمنستان خواهند رفت و کار عملی این پروژه بر اساس برنامه پیش بینی شده تا پایان سال میلادی و به احتمال بسیار زیاد 21 دسامبر آغاز خواهد شد. پروژه تاپی که بر بنیاد آن گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید، گذشته از امنیت اقتصادیش برای افزایش درآمدهای ملی، زمینه های رشد صنایع را در کشور فراهم خواهد ساخت. مسئولان وزارت معدن و پترولیم میگویند که با عملی شدن این پروژه افغانستان میتواند مقدار کافی گاز مایع را از این لوله با بهای مناسب بگیرد. سید مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل برای بحث بیشتر از استودیوی دوم تولونیوز با ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای مسعود. به نظر میرسه که چالش ها و موانع سر راه اجرای پروژه تاپی برداشته شده و حالا همه چیز برای عملیاتی سیاسی این پروژه فراهم شده. قرار است به گفته وزارت معدن تا 15 روز دیگر کار عملی پروژه تاپی در ترکمنستان آغاز شوه. شما چگونه میبینین این مسئله را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات صلوات بر محمد و آل محمد. خدمت شما شوه که با وجود اعلان چنین خبر خوشی از جانب وزارت معدن صنایع افغانستان و از دولت افغانستان و باورمندی ها روی حرکت چنین پروژه بزرگ حیاتی که بسیار جنجال برانگیز بود و تا باعث سقوط تعداد از رژیم های دولتی افغانستان و هم در حقیقت نو رقابت بسیار قاتلانه بین دو شرکت کلان بریداس و اونیکال که در آغاز انجام شد، من فکر میکنم عمدتا باز هم نو باورمندی زیادتر بالای زیر ندارم و با وجود که میوم اگر چنین چیز شود ما دست میافتیم به یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی و دست میافتیم به یک نوع سلسله، یک سلسله از فروکش های و حرکات سیاسی که بین افغانستان و پاکستان و بین پاکستان و هندوستان است. از این من فکر میکنم که پروژه تاپی را نباید مانند یک پروژه اقتصادی خالص بحث بکنیم و به صورت مجرد بحث شود. همین که من فکر میکنم که پروژه تاپی علاوه از یک پروژه اقتصادی است، ملحوظات سیاسی، جنجال‌های سیاسی و گراژهای سیاسی منطقه هم باعث میشه که این پروژه برای کامیاب شه یا ناکام شه. برای اینکه این پروژه اگر در صورت کامیابیش میره که منس یک وسیله بسیار خوب اقتصادی تبدیل شه و در صورت عدم گرایش‌های سیاسی مثبت به طرف افغانستان و کشورهای دیگه چون هندوستان، این میره که منس یک وسیله فشار بالای هندوستان و افغانستان دوباره قبول شه و ما فصل یک جنجال دیگه کلان دیگه را به دست بیاریم. من فکر میکنم که خوشبینانه بودن و یا بدبینانه بودن در مورد تاپی هر دو در حقیقت نوع گناه است و دیدن واقعیت های تاریخی و دیدن واقعیت ها و حرکت های طرف مقابل به خصوص حلقه سرخ که در بین حلقه سبز ترکمنستان افغانستان هندوستان قرار داره فکر کنم بسیار عمده است. بله آقای مسعود، با توجه به پیچیدگی و بزرگ بودن پروژه تاپی و همچنان آلوده بودن این پروژه با موارد سیاسی و همچنان اختلاف های سیاسی منطقی و فرامنطقی، پس شما مطمئن نیستین تا 15 روز دیگر کار عملی این پروژه آغاز شود؟ اگر واقعا مطمئن نیستین، پس وزارت اطلاعات و وزارت معدن بر اساس چی این خبر خوش برای مردم افغانستان میگه؟ فکر میکنم که آغاز پروژه تاپی چیز دیگه است ولی دوام پروژه تاپی چیز دیگری. ما در عمدتا در آغاز
مشکلی نداریم. ما میتونیم آغاز بکنیم. ولی ما به دوامش بسیار بسیار اساس هستم به خاطر که چی چیز در آینده میتونه مانع تداوم این پروژه تا انتهای مسیرش شود؟ من فکر میکنم عمدتا در دو تا طرف که پاکستان قرار دارم دتن دو طرف است که پاکستان همیشه همراهش معضل‌های جغرافیایی داره و معضل‌های سیاسی کلان دارن. هم هندوستان یک معضل جغرافیایی کلان و صاحبی داره و در پاروش هم افغانستان با پاکستان چنین چیزی وجود داره و به نظر من بسیار جالب خواهد بود که اگر پاکستان اجازه بده که یک منبع از یک ذخایر انرژی کلان به منظور رشد و اقتصاد انکشاف اقتصادی اجتماعی هندوستان به صورت ثابت و دائمی حرکت کنه. این فکر میکنم که این نوع حرکت های اینا میگن خودکشی سیاسی، اما پاکستان بسیار سود میبره از این راه گذر. زمان این پروژه از خاک پاکستان میگذره، سالانه شاید میلیون ها تا میلیارد ها دلار پاکستان درآمد داشته باشه. پاکستانی هم دتن چیز بسیار جالب دارن در سیاستشون. هم دتن دو تا سیاستی که شما از ما که بهتر میفهمین که جیوپولیتیک و جیوکنومیکس، در درون استراتژی پاکستان هم دتن جیوپولیتیک زیادتر اهمیت داره تا جیوکنومیکس. از این لحاظ عمدتاً منابع اقتصادی و منافع اقتصادی را در بدل منافع سیاسی در حقیقت هیچگاه به دست نمیارن و تلاش میکنن که از روی به دست آوردن منافع سیاسی، یعنی معنا داره که از روی به دست آوردن نقطه های تعیین شده در استراتژی جیوپولیتیکی پاکستان اون نقطه های جیوکنومیکی را بعد به دست بیارن. معنای زی است که جیوکنومیکس در حقیقت در قراردادهای دوم قرار دارد تا جیوپولیتیکی که پاکستانی ها پیش میبرند. همه این سیاست در پاکستان در افغانستان جیوکنومیک جیوپولیتیک است و هم در عرصه سیاسیشون با هندوستان. از این مطلع من فکر میکنم که پاکستانی ها میتونن که چنین چیزی را از طریق دیگه هم به دست بیارن. ما دو تا مشکل دنیا داریم. مشکل اولی که پاکستان خدمتتون عرض کردم که اینا در حقیقت گرایش های سیاسی، در حقیقت جنجال های سیاسی با ما و با هندوستان دارن و در پالوشن در درون افغانستان هم بعضی جنجال های دیگه وجود داره و این جنجال ها جنجال های امنیتی است. از این لحاظ ما با رفتن افغانستان به سوی نوع بی امنیتی شدنش و عدم قدرت داشتن یک فضای امنیتی برای افغانستان و ایجاد چنین فضای امنیتی برای چنین یک پروژه بزرگ از جانب افغانستان در درون ازو که بالاتر از 750 کیلومتر میگیره، من فکر میکنم یک جنجال حتما خاص خود به وجود آمد و پاکستانی ها این منس یک فشار کلان برای دولت افغانستان برخدموندن بسیار گپای سیاسی دیگه ایش. پس ما میخواییم بگوییم که اوضاع در افغانستان برای اجرای این پروژه مساعد نیست. من فکر میکنم که شاید هم قصدن یه اوضاع را به صورت کوتاه مدت پاکستانی ها و او نیروهای پشت پرده ایجاد بکنه و دوباره او را مثل یک فشار سیاسی کلان دیگه مانند راه ترانزیت بالای ما استفاده کنه. شما اگه متوجه باشین که ما به یک احتیاج داریم، احتیاج مبرمه برای این پولی ده که پروژه تاپی برای ما میره و در حقیقت پروژه تاپی که میتونه منابع معدنی ما را، گاز ما را در بازارهای بین المللی با قیمت بسیار، با مصارف حمل و نقل بسیار ارزانه برسونه که به اساس نمو در حقیقت مدل بر بهترین جای بهترین حرکت است که انجام داده شده از لحاظ علمیش. ولی من فکر میکنم که پاکستانیا بسیار بسیار تلاش میکنه که از این فرصت را که برای ما آمده دوباره به چالش کلان مانند ترانزیت برای ما تبدیل بکنه و خواستهای پاکستانی را همیشه فشار بیاره. پاکستانیا که تجربه بسیار کلان را ما از سیاست کردن پاکستانیا در افغانستان در مورد افغانستان داریم و بازی پاکستانیا در افغانستان و بازی پاکستانیا در مورد افغانستان ضعف به ضعف کشیدن اقتصادی افغانستان بسیار مطرح است تا ای که ایجاد یک منبع سرشار پولی که بتونه استقلال افغانستان تا اندازه کوشش کنه. آقای مسعود، اگر افغانستان نتونه خودش آماده اجرای این پروژه در جغرافیایش بسازه، پس فکر میکنیم که احتمال از دست دادن سهمش در این پروژه وجود داره اگر همین گونه وضعیت در کشور نامساعد باشه به گفته شما برای اجرای این پروژه؟ یک چند پیشتر یک آلترناتیو دیگه هم موجود بود که وضع در حقیقت تاپی با تی آی پی را پیش کردن که ترکمنستان، ایران، پاکستان، هندوستان شده که خوشبختانه که بانک انکشافی آسیایی و اکثریت کشورهای دیگه و چهار کشوری که همین لحظه میخوان که لاین حرکت بده اونا توافق کردن که
TIPI هیچگاه نمیشه که جانشین تاپی شود و راه افغانستان آسانترین، آرامترین و خوبترین راه است که باید معرکت بتیمش. این درست است، ولی ما میگیم که عمدتاً سیاست های غیر متجانسه که در بین این چهار کشور داره. شما میبینید که ترکمنستان یک کشور بی‌طرف است که در بین روسیه، آمریکا، روسیه با ایران و غیره قرار داره و کاملا حرکت های بی‌طرفانه جامعتن. افغانستانی که مایدات استراتژیک کلان بازم تری آمریکا داره، افغانستانی که با پاکستان در حقیقت نو حرکات دشمنانه را از زیر زمینی حرکت داده میتونه و رابطه‌ای که پاکستان و هندوستان داره که نوی حرکت‌های بسیار غیر متجانس و در مخواب نوی رویارویی قرار گرفتن هستند. از این رو من فکر میکنم که اگر تاپی هم بگذره و موافقه‌ها هم بگذره تا هندوستان برسه، به زودترین فرصت دوباره تاپی به نیست یک مزرعه برای چهار کشور خود تبدیل شد و پاکستانی ها حد اعظم فشار بالای هندوستان و حد اعظم فشار بالای افغانستان وارد خود کرد. تشکری میکنم سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، از حضورتان در برنامه. خوبان شماست. کسانی که در حکومت با ساختار کنونی کمیته گزینش مخالف هستند و از همین رو مانع آغاز این کمیته